خانم سلیمانی، یک روز با 7000 سالگان آخرین کتابی که از شما در خارج از ایران منتشر شده بعد از کتابای زنده باد زندگی، سندروم اولیس و مجموعه داستان میدونستی. با توجه به تجربه قبلیتون تو چاپ کتابا، چه انتظاری از چاپ این رمان دارید؟ بله، خب کتاب زنده یک روز با 7000 سالگان بعد از کتاب زنده باد زندگی بود که در سوئد چاپ شد و خب موضوع این کتاب هم موضوع یک زن مهاجر هستش و همونطور هم که ما میدونیم الان همیشه موضوع مهاجرت از ابتدای بشریت میشه گفت بوده و الان هم که خیلی خب بیشتر مطرح هست، همیشه بوده و این کتاب بنا بر شرایط موقعیت سیاسی که الان ایران داره و تعداد زیادی از مردم ایران کشور رو ترک کردن و میشه گفت در تبعید هستن یا خارج از کشور خودخواسته دارن زندگی میکنن و مشکلاتی که بعد از مهاجرت دارن سر راهشون قرار میگیره، من سعی کرده بودم در این کتاب به این بپردازم و انتظار داشتم که راستش بخواید انتظاری نداشتم که مثل زنده باد زندگی اونطور که باید خب صدا کنه، چون زنده باد زندگی داستان 4 تا زن بود که در زندان اوین بودن و داشتن اعدام می شدن. موضوعش بسیار تلخ، موضوع بسیار داغ و فکر می کنم که زنده باد زندگی خیلی بیشتر مطرح خواهد بود، ولی خوشبختانه برخلاف انتظارم یک روز با 7000 سالگان هم خیلی بازتاب خوبی داشت و خیلی منتقدان عزیز فارسی زبان نقدای خیلی خوبی در رابطه با کتاب نوشتن و چند جلسه نقد و بررسی آنلاین داشتیم، در کشورهای مختلف داشتیم و خیلی خوب بود. بله، موضوع کتابتون مشکلات و دشواریهایی که دقیقا یه زن مهاجر یا یه زن در تبعید ایرانی میتونه خارج از ایران حالا تجربه میکنه، چقدر از این مشکلات برمیگرده به زندگی زیسته خودتون و چقدرشو مستقیم خودتون از تو مهاجرت تجربه کردین؟ خب ببینید هیچ اثری از خلأ نیومده، یعنی هیچ اثری نیستش که همینجوری نوشته بشه. فکر میکنم که نوشتن درسته که آدم یک سری اطلاعاتی یا حسایی و وام میگیره از بیرون، ولی یک مقدارش هم به تجربه زیستی خود نویسنده برمیگرده. شاید مستقیم تجربه زیستی من نباشه اما میشه گفت مستقیمم هست، چون داستان یک زنه، من خودم یک زن هستم، داستان یک خانم مهاجره، همون خانمی که به اسم شخصیت اصلی، خب اونم منم مهاجرم، منم کشورم و الان حدود 7 ساله که ترک کردم و دیگه نتونستم برگردم. تقریبا میشه گفتش که تجربه زیستی هست ولی نه دقیق آنچه که باید باشه، یعنی عین همون زندگی در تبعید یا در یک کشور دیگه واقعا میشه گفت سخته. البته اینکه ساختن دوباره هست، میشه گفت این تبعید یه چاقوی دولبه است، میشه خیلی سخت باشه، از اون برم میشه تیز و برنده باشه که بشه راهی رو باز کرد. خب این تبعید به من این امکان رو داد که من بتونم با صدای باز بنویسم، بتونم کلماتی رو که نمیتونم تو کشورم الان بگم ولی اینجا بیان کنم، یعنی این لبه دو سوی چاقو شاید این ورش هم هست که من الان میتونم بنویسم. بله، نورکا در خیابان اولین کتابی که شما منتشر کردین و داخل ایران منتشر شد. چه تفاوتی داشت تجربه چاپ کتاب در ایران کار کردن با وزارت ارشاد و سانسور، دستگاه سانسور که وجود داره، و چاپ کتاب در خارج از ایران بدون سانسور؟ ببینید من کتاب لورکا در خیابان فرشته رو که توی ایران توسط نشر افراز چاپ شد، یه 3-4 سالی بود که مجموعه داستانی بود که میرفت ارشاد و خب طول کشید، حتی خودم دیگه پیگیرش شده بودم، نشر افراز بود جایی که خود من گشته بودم پیدا کرده بودم که مسئول اونجا کی هست، باهاشون در ارتباط بودم. خیلی از داستانا رو ما حذف کردیم،
خیلی از جملات حذف شد و اصلا قرار دیگه، اصلا من با خودم یعنی گفتم دیگه اصلا چاپ نمی کنم این کتابو. یعنی یه کتاب دیگه ای هم که حتی من داشتم که تو ایران نوشته بودم که اونم یه رمان، اون اصلا فراموش شد، چون قرار بودش که خیلی از چیزاش چاپ حذف بشه، سانسور بشه و اونو چاپش نکردیم. ولی این که چاپ شد، وقتی که اصلا بیرون اومده بود، این داستان اصلا اون داستانایی نبود که من نوشته بودم. یعنی مفهوم، حتی جایی که محتوای اصلا فرمش، محتواش هم تغییر داده بودن. یعنی نه تنها کلمات بوسه، سینه، دست، اینا رو همه رو پاک کرده بودن، بلکه اصلا ضربه این به محتوای اثرم زده بودن که اصلا من تا مدت خود من خجالت میکشیدم بگم که مثلا این کار رو من نوشتم. و میخواستم بگم که دیگه اصلا فراموشش کنیم، ولی دیگه چاپ شد. چاپ شد و این طرف خب درسته که میتونیم بنویسی بدون اینکه سانسوری کسی جلوتو بگیره، اما ما هنوز خودمون یه خود سانسوری هایی با خودمون داریم. یعنی هنوز من خود من وقتی کتاب سندروم اولیسو نوشته بودم برای چاپ دادم، خواستم که ناشر کتاب رو دوباره به هم برگردونه و بعضی از پاراگراف ها رو من پاک کردم، خودم خواستم، چون احساس میکردم اگه الان پدرم اینو توی ایران بخونه، یا اگه بعدش پسرم من بخونه، با پسر داییم بخونه، یا مثلا حتی مادرم، چه دوست نداشتم. یعنی احساس یه جورایی فکر میکردم که هنوز فکر میکنم که ما این کوله بار رو با خودمون داریم، چون ما به رشد یافته توی فرهنگ زن ستیز هستیم. یعنی زن حق نداره از خواسته خودش بگه. ولی توی کتاب بعدی که زنده باد زندگی بود، سعی کردم که این خودسانسوری رو باهاش مبارزه کنم و تا حدودی موفق شدم، ولی هنوزم فکر میکنم که یه کمی سخته، نمیشه، خیلی چیزها رو نمیتونیم ما هنوز راحت راجبش حرف بزنیم، راحت راجبش بنویسیم، راحت بتونیم بگیم. هنوزم راه بسیط بابا اصلا راحت نیست. ما تو چه فرهنگی بزرگ شدیم؟ ما تو کجا بزرگ شدیم؟ زن یعنی چی؟ چقدر ما کلمات زن ستیز داریم؟ خیلی سخته. امیدوارم که بتونیم یه روزی به این برابری و به این حسی که ما هم مثل مردان میتونیم حرفمون رو بزنیم. البته مردان کشور من هم آنچنان شرایط خوبی ندارن در رابطه با نوشتن. دنیا برای اونها هم سخت است. بله. با توجه به پراکندگی ایرانی ها در جهان، به نظر شما چرا باید در خارج از ایران همچنان به زبان فارسی کتاب رو منتشر کنیم؟ ببینید، زبان فارسی فقط یک زبان نیست. زبان فارسی هویت ماست، تاریخ ماست، فرهنگ ماست. یعنی فکر میکنم که اون نشان اون کشور ماست و کشورهای دیگه که فارسی زبانن، و این چراغ باید روشن نگه داشته بشه. چرا؟ چون ما از یک جایی داریم میاییم، از شرق داریم میاییم. ما همیشه با زبان، استعاره هایی که ما داریم، بازی های زبانی که ما داریم، اینا همه نشان از فرهنگ کهن ایران زمینه و ما باید اینو پاس نگه داریم با وجودی که سخته. بارها، خب من الان دارم تو کشور سوئد زندگی میکنم، بارها به من میگن فراموش کن، چرا میخوای به زبان فارسی بنویسی؟ تو که میتونی صحبت کنی، تمرکز تو بذار رو نوشتن زبان سوئدی، زبان کشور میزبانت. اما هیچ وقت همچین اتفاقی نخواهد افتاد، یعنی در رابطه با خود من هیچ، چون من کارم با کلماته، من کارم با زبان فارسیه، من عشقم زبان فارسیه، من اینو میخوام بنویسم. یک روزی جایی توی تاریخ ثبت خواهد شد. من روزی که کتاب زنده باد زندگی رو داشتم مینوشتم، دوستی به من گفت برای چی داری موضوع به این تلخی مینویسی؟ یه آدمای امروزی نمیخونن، فراموش کن، بشین از چیزایی که هپی اند داره بنویس، پایان خوش داره، عاقبت خوش هست بنویس، چیزایی که خوشحالی میاره، چرا داری از این چیزا مینویسی؟ و من فکر میکردم این وظیفه منه، من باید بنویسم در رابطه با آنچه که بر سر زن ایرانی توی این تاریخ جمهوری اسلامی اومده و آنچه که واقعا در طول این تاریخ ما به عنوان زن ایرانی حملش کردیم. و فکر میکنم که
یک جایی خونده میشه، یک جایی بعد از چندین و چند سال بود که فیتزجرالد اومد ترجمه خیام رو کرد و به جهان نشون داد آثار خیام رو. یک جایی این چراغ روشن خواهد شد. درست الان ادبیات فارسی مورد قهر قرار گرفته و واقعا هم همینه، زیاد آنچنانی ما مخاطب نداریم، زیاد نمیخونن، که سطح زمانی که میذارن کتاب بخونن خیلی کمه، اما یه روزی برق بر میگرده و دوباره همه چی به اون، چون ما در درونمون این حس شعر و شاعری و ادبیات رو داریم، همه ما ایرانی ها یک جورایی این تب شعر رو داریم، ناخودآگاه ترانه میسرایم، ناخودآگاه شعر میگیم، داستانهایی داریم از سینه به سینه مادرانمون اومده و باید اینا حفظ بشه. بله. با توجه به همین صحبتتون، فکر میکنین انتشار کتاب به طور خاص به زبان فارسی و بدون سانسور خارج از ایران، چه حالا تألیف چه ترجمه، چقدر در غنی کردن ادبیات فارسی زبان موثر خواهد بود در طول زمان؟ بسیار موثره. البته این هم باید خاطر نشان کنم، کار فرهنگی و هنری خب همونطور هم که ما میدونیم توی ایران هم سخت شده. یعنی وقتی کسی که ناشر هستش تیراژ کتاب ها خیلی پایینه، چون توان خرید نیست. و همچنین تو خارج از کشورم تا حدودی الان بعد از کرونا، بعد از این همه اتفاقات دیگه، بعد از همه اطلاعاتی که حجم اطلاعاتی که داره به صورت اینترنتی داره میاد، داده ها زیاد شده، مردم شاید دیگه اونقدر توان یا یعنی نوع این نوشتن، نوع خواندنشون فرق کرده. اما فکر میکنم که هنوز هم این کتاب کاغذی راه خودش رو حفظ خواهد کرد. یعنی این نیستش که یک جا حالا این کتابی نوشته میشه و فراموش میشه، نه، یک جا ادامه پیدا میکنه، تو تاریخ راهش رو پیدا میکنه، حالا به یه نوعهای دیگه میشه، مثلا صوتی بشه میشه، ولی باید این قصه ها، ادبیات باید گفته بشه. من فکر میکنم که نظر خودم اینه، من دل سرد نمیشم، میدونم که الان تیراژ کتاب خیلی پایینه، پخش کتاب خیلی بده، مردم اونقدر توان ندارن. خب اینجا توی کشورهای اروپایی میدونیم که دولت ها کمک میکنن، سوبسیدای زیادی میگیرن ناشرا، بالاخره کارهایی که کسانی که کارهای فرهنگی و هنری میکنن. خب این که ما تو کشور خودمون نیستیم، تو کشور خودمونم که اصلا مبارزه میکنن با همچین کارایی، یعنی ضدش عمل میکنن، سنگ میندازن. بیشتر نویسنده های ما توی زندان هستن، ناشرا در حال ورشکسته شدن هستن دیگه. ببینید اونجا سختتر هم میکنن. حالا آدم بیاد خارج از کشورم باشه که دیگه مضاعفه، یعنی چندین و چند برابر داره راه یه نویسنده داره سختتر میشه. ولی من فکر کنم که قلمم رو دوست ندارم زمین بذارم، همچنان ادامه میدم. به نظر شما برگزاری نمایشگاه کتاب بدون سانسور در تمام دنیا که داره برگزار میشه به زودی، چه کارکردی میتونه داشته باشه برای اشاعه ادبیات آزاد فارسی زبان؟ خب این نمایشگاه خیلی خوبه، همونطور که من میدونم تورهای توی کشورهای مختلف در شهرهای مختلف داره برگزار میشه. ببین همین اشاعه فرهنگی میتونه باشه، همین که بچه های ما که در خارج از کشور هستن میدونن که نمایشگاه کتاب فارسی زبان هست، نمایشگاه کتاب بدون سانسور هست. ببینید تبعیدی، نویسنده تبعیدی فقط معناش این نیستش که کسی که خارج از کشور داره زندگی میکنه مینویسه، اصلا معنیش نیست. معنیش کسیه که توی ایرانه و جرأت نمیکنه بنویسه و نمیتونه کتابشو، حرفشو نمیتونه بزنه. دوستای خوب نویسنده من که در ایرانن، ما نمیتونیم دیگه با هم ارتباط داشته باشیم، حتی با ایمیل نمیتونیم. خب این یعنی اونم در تبعیده، اون نویسنده هم اون در ایران در تبعیده، منم اینجا در تبعیدم. یعنی میتونیم بگیم که همه ماهایی که داریم مینویسیم یک جورایی داریم در تبعید زندگی میکنیم. کسی که حرفشو نمیتونه بزنه، مگه کار نویسنده چی میتونه باشه؟ من اینجا نمیخوام حرف از ادبیات تعهد و این چیزا بزنم، چون اصلا در ذات خودش نوشتن ادبیات یک نوع تعهده برای اینکه ارزش‌های والای انسانی رو بتونه
حفظ کنه، کاری غیر از این نداره. یعنی راهی نشون بده که اون ارزش های والای انسانی بخواد حفظ بشه، اون برابری، اون یعنی ضد چی میگن، ضد ظلمه. و فکر میکنم که خب همه ماها انگار در تبعیدیم، چه مایی که خارج از کشوریم، چه اون نویسندهایی که داخل ایرانن.